راف لانگنر بود، کارشناس امنیتی در هامبورگ آلمان. دینا اسفندیاری، پژوهشگر در مؤسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک در لندن، اینجا در استودیو با ماست. خانم اسفندیاری، 3 ماه پیش بود که نماینده روسیه در ناتو هشدار داد که اگر استاکسنت ممکن بود استاکسنت در واقع باعث بشه نیروگاه بوشهر همون فاجعه پیش بیاد که در چرنوبیل شوروی سابق پیش اومد. چه میدونیم راجع به آسیبی که ممکنه استاکسنت به بوشهر زده باشه؟ ویروس استاکسنت به کامپیوترهای بوشهر هست، توی کامپیوترهای بوشهر، ولی چون هدفش این بود که پروگرام قانی ایرانو بهش حمله بکنه، بوشهر هیچ هدفی نداره که بوشهر رو بهش حمله کنه، فایده نداره. البته هستش تو کامپیوترها، ولی نمیدونیم چقدر به این کامپیوترها براشون پروبلم درست کرد. امروز آقای صالحی گفته که در واقع سوختگذاری نیروگاه هسته‌ای شروع شده. 1.5 ماه پیش بود که چرخه سوخت هسته‌ای شروع به کار کرد و قرار بود تا همین ماه شبکه بوشهر، نیروگاه بوشهر به شبکه برق کشور متصل بشه، اما این اتفاق نیفتاد. مشکل پیش اومد در اون موقع. چه اتفاقی افتاد؟ درست ماه فوریه تمام میله های سوخت رو از بوشهر در آوردن، چون موقعی که میخواستن راه بندازن بوشهر رو، آژانس انرژی اتمی روسیه روزاتوم خواستن که یه چند تا چک اضافه بکنن. وقتی که این چک رو کردن، دیدن که توی پمپایی که خنک میکنه بوشهر رو، تیکه های آهنای کوچولو ریخته بود، چون شکسته بود. اون وقت مجبور بودن این میله ها رو بردارن. امروز در برنامه نوبت شما BBC فارسی هم به همین مسئله اختصاص داشت، راجع به فعالیت هسته‌ای ایران، و با هم گوش میکنیم به یکی از بینندگان که ابراز نگرانی کرد راجع به مسئله هسته‌ای. حتما شما نگاه کنید در عرض چند سال اخیر 3 تا اتفاق افتاده توی دنیا. اولیش تو امریکا بوده، بعد تو روسیه بوده، الان هم توی ژاپن. بعد وقتی که شما نگاه میکنید به حوادثی که اتفاق افتاده، عوارض این حوادث رو شما تا سالیان دراز شما دارید توی جامعه، و بعضی از وقتی اتفاقاتی میفته که فقط در واقع مسائلش خواسته همون کشور نیست. ابراز نگرانی میکنن راجع به مسائل هسته‌ای در ایران و اینکه خاص این کشور نیست اگر اتفاقی بیفته. اگر در ایران، اگر در بوشهر زلزله اتفاق بیفته، الان مثل آنچه که در ژاپن شاهدش بودیم، چه اتفاقی ممکنه بر سر نیروگاه هسته‌ای بوشهر بیفته؟ بوشهر رو طوری ساختن که زلزله اگر بهش بخوره هیچ چیش نمیشه، یعنی قاعدتا نباید چیزیش بشه. ولی پروبلم اینه که چون تمام وسایل بوشهر مال چند سال پیشه و بین آلمانا و روسا و اصلا چند نفر مختلف ساختن اینا رو، ترس مردم اینه که ریزش اتمی بشه بعد از یه زلزله. در واقع تشعشعات اتمی به بیرون دقیقاً. و تمام مملکت‌های دور ایران اتفاقاً ترسشون این هست که آبشون، هواشون از همین ریزش اتمی پروبلم داشته باشن. چقدر این ترس بجاست، چون به هر حال نیروگاه بوشهر از اون نیروگاهایی هست که سازمان انرژی اتمی بین‌المللی کاملا نظارت داشته بر اون، و کارشناسان میرن و دائما اون رو نظارت میکنن. بله دقیقاً. و خود روسا چون انقدر بیزنس دارن توی همین نیروگاه اتمی، براشون خیلی مهمه که بوشهر درست به کار بیفته. ولی در ضمن خب خیلی سخته که بگیم پروبلم میشه یا نه، چون وسایل بوشهر مال چند سال پیشه، خیلی سخته که درست به کار بیفته و یه زلزله اگر بیاد واقعا پروبلمای بزرگی خواهد داشته باشن. بر ایران راجع به نیروگاه هسته‌ای بوشهر میگم تحت نظارت سازمان بین‌المللی انرژی هسته‌ای بوده. فکر می‌کنید چه کار دیگری، چه قدم دیگری میشه برداشت تا در حداکثر امکان بتونن بگن که این نیروگاه ایمن هست در آینده؟ خیلی سخته، کار زیادی نمیتونن بکنن. البته میتونن وسایلشون رو سعی کنن مدرن‌تر بکنن با کمک همین روسا، و دارن سعی میکنن بکنن با کمک روسا، چون همینی که گفتم برای روسا خیلی مهمه که بوشهر خوب کار کنه. ولی بجز این و بجز اینی که با انرژی آژانس انرژی اتمی کار کنن، کاری بیشتری نمیتونن بکنن. دینا اسفندیاری، متشکرم از توضیحاتتون. خیلی ممنون.